بگذارین در رابطه با این همه گلها و استعدادهایی که پرپر شدن بپرسم که و اذا الموعودت و سئلت و ایدم من قتلت، به کدام این گناه کشته شدن؟ کدام گناه؟ علمای شریعت، رجال دولت، وکلای مجلس، اصلاف بازاری ها، مطبوعات، رادیو تلویزیون که میگین در خط انقلابی، آخه چرا ساکتید؟ و به خدا قسم اگر کسی فکر کنه که ما از گلوله و گاز اشکاور میترسیم، هیهات هیهات. پس چرا جلوه چماغداری رو نمیگیریم؟ مگه خطر چماغداری از سایر مفاسدی که جزاش ادامه کمتره؟ وانگهی ما که ده ها بار صد ها بار گفتیم یکی از سرچشمه های اصلی چماغداری رو شناسایی کردیم، با جزئیاتش میدونیم، برنامه بدید در رادیو تلویزیون ما اجرا بکنیم. آقای رادیو تلویزیون بحث آزاد، بفرمایید بحث آزاد. ما که صد بار گفتیم اگر امکانات شما نداریم، ما به قدر تواناییمون در اولین فرصت این پدیده ضد انقلابی مسموم رو از ریشه برخانیدن. این پدیده ضد خلقی، ضد انقلابی، ضد اسلامی. آهای کجا هستید اونهایی که میگفتید، اونهایی که میگید پیشوای ما علی؟ اگر منظور شما از علی امیرالمومنین علی که وقتی شنید گوشواره رو از گوش زن غیر مسلمان در آوردن فریاد زد، وقتی شنید اون زن نمیتونست از خودش دفاع بکنه و صدا به اعتراض و زاری بلند میکرده و دادخواهی میکرده و پاسخی نمیشنیده، و وقتی که شنید هیچ کدوم از مهاجمین زخمی نشدند، به خصوص در مقابل این بدکاری جزاشون رو نپرداختند، فریاد زد فلو ان امرا مسلما ما کمن بعد هادا اسفا ما کان بهی ملوم. اگر مرد مسلمانی از شنیدن این قضیه از اسف و اندوه بمیره، ملامتی برش نیست، سزاواره که بمیره. بلکان به جندی جدید در نزد من سزاواره اگر آن غیرتی در جامعه نیست که درو این کار رو بگیره مرد. فیا عجبا عجبا ای عجب والله به خدا قلب آدم میمیره از اندوه. علی که اینه، تازه گوشواره از گوش دختر غیب مسلمان در آوردن، ولی شما چطوره که چشم دختر مسلمان رو از حلقه در بیارن، دست مادر شهید مسلمان رو میشکنن، دم بر نمیارید؟ آخه تا کی دم زدن توی از اسلام؟ تا کی؟ مگه حضرت علی فقط به کلام میگفت اسلامو که؟ فیا عجبا عجبا. میگید ما مسلمان نیستیم، آخه علامت اسلام چیه؟ جد شهادت این مگر اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. کف نزنید فیا عجبا عجبا، مجاهد خلق باید بیاد شهادت این بگه. هم بگید اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان امیر المؤمنین علی حجة الله.
دارید بشنوند همه. بلندتر بگید. چه شد گلوله ها؟ کسانی که به قول پدر طالقانی راه جهاد اسلامی رو گشودن و دلداده مکتب قرآن بودن مسلمون نیستن، پس بیاد مسلمونی رو تعریف کنید. تو این که قسط و عدالت در اسلام که مسلمون و غیر مسلمون نمیشناسه، ولی باشه باشه، میگید مسلمون نیستیم، باشه، لااقل بر ذمه اسلام هم نیستیم. هیا عجبا عجبا، یک روز پدر طالقانی به مناسبتی در مجلس خبرگان گفت حاضرم جریمه بدم. ما هم امروز میگیم اگر اسلام خدای ناکرده خدای ناکرده اون خشونت و انحصار طلبی و تنگ نظریست که شما در عمل مبلغش هستید، ما هم حاضریم جریمه جزیه بدیم. تو رو به خدا قضاوت کنید ای مسلمان های این مرز و بوم. پارسال در قوم، امسال در تربت ایدریه عراق، در بازارش نمایشگاه گذاشتن با فور و تریاک و منقل و وسایل ستاد که اینها را از مجاهدین گرفتیم. هیا عجبا عجبا، اینا جنایت نیست، اینا ضد اسلام نیست. لعن الله امتن سمعت بذالک فرضیت به. مگه اسلام دین برداشتن خود و زنجیرها نیست؟ مگه پیامبر اسلام فرشته رحمت و رهایی نیست؟ پس اینا چه کارایی که تحت عنوان اسلام صورت میگیره؟ آخه اسلام کجا؟ چماق و تهمت و دروغ و حق کشی و انحصار طلبی کجا؟ حرف ما با اونهایی که آشکارا شاه رو بر مجاهدین مرجح میدونن، اونهایی که در گوشه و کنار کشور به چماق داری دامن میزنن، اونهایی که مجاهدین رو صریحاً دشمن اصلی معرفی میکنن. شاید خونده باشین میگن اصلا مجاهدین هدف هم. صفحه شیشه ای که از این روزنامه های صبح رو تاریخ سوم اردیبهشت رو بخونیم، یکی از همین آقایون خودش نوشته هیچ کدام از ابرقدرت ها برای ما خطر ایجاد نمی کنن. برای ما در آینده خطری که احساس می شود از جانب منافق ها باشن. حرف ما با اونهایی که با شاه ساخته بودن ولی با مجاهدین سر ناسازگاری دارن. اینجاست که میگیم اونها در زمره مرتجعین هستن. همینها هستن که مردم را از اسلام بیگانه میکنن. اصل دعوام همینجاست، سر ترویج دو نوع اسلام. ولی چرا میباید ما این همه سر و دست و چشم فدیه بدیم؟ بفرمایید. اینم یک نمونه برای همین فردا 23 خرداد جمعه کانون هدایت تبریز اعلامیه‌اش دعوت میکنه به راهپیمایی. هدفهای راهپیمایی: مشت محکم بر دهان یاوه‌گویان ضد انقلاب و گروه‌های سیاسی و ایادی امپریالیست‌های شرق و غرب، به خصوص گروهک مجاهدین خلق بزنید. خوبه کانون هدایت، اگه کانون اذلال می‌بود چی بود؟ ماشاءالله خیلی هدایت میکنه. آخه به من جواب بدین اگه مجاهدین ایادی شرق و غربن، پس کی تو اینا نجات طالبه؟ وانگهی دوستان عزیز، چرا راه دور میریم؟ اگر فی الواقع میخوان مشت محتم به دهان ایادی بزنین، به خصوص ایادی دشمن اصلی، دشمن اصلی خلق بزنین، دهان مبارک خودتون رو بکوبین.
ولی ضمناً مواظب باشین خیلی محکم نزنین که خون جاری میشه و شما در گذشته از خون جاری شدن خیلی نگران بودین.